خواهش میکنم. نوشتن که ممنون از اصلا نفران ممنون آقای باستانی عزیز. سوال من برمیگرد به بحث مربوط به نظرسنجی ها. چه فرمودید در مواردی با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد امکان بررسی صحت و صدق نتایج وجود دارد، مانند مثال رجوع به رسانه های داخلی و خارج؟ این اتفاق در مواردی نمیافتد اطلاعاتی در زمینه نظرسنجی وجود ندارد یا اطلاعات محرمانه است یا ممکن است حتی فکت ها به هم یا غیر هم از روی برخی مقامات دولتی و بین نادرست یا غیر دقیق ارائه شود. سوال مشخص من این است، چطور باید چنین فکتهایی را بررسی کرد که در دام نیفتاد و در کار خبررسانی اشتباه نکرد؟ بله، خدمت شما عرض شود که جواب سادهش اینه که به سختی، یعنی واقعا راه ساده‌ای نداره. بعضی وقتا همونطور که به درستی اشاره کردن دوستمون، قضیه در حد غیر ممکن میشه. حتی در گذشته شما در مواردی در کشور توسط نهادهای ارشد حکومتی نظرسنجی‌های مهمی صورت گرفته که با وجود اینکه به هر حال تشکیلات محافظه‌کار در ایران، یعنی نهادهای حکومتی محافظه‌کار، خیلی بیدر و دروازن، اگر به من اجازه بدین لفظ رو به کار ببرم، یعنی اینکه با وجود اینکه به هر حال خیلی از چیزها رو هی تاکید میکنن اینا اطلاعات عمومی نیست، اینا اطلاعات طبقه بندی شده است و امثال اونها، هر از گاهی یک کسی میبینید یه جای دهن شما میکنه و یه چیزی میگه که شما اگر که دنبال جمع کردن فکت ها باشید چیزهای مهمی از توش میتونید بفهمید. ولی معذاله که خیلی از کارهایی که به صورت نظرسنجی انجام شده در این دستگاه ها واقعا تا بعد از مدت ها هم کسی ازشون مطلع نشده، در حالی که اهمیت آماری خیلی بالایی هم داشتن. نمونهش، حالا چون در طول این دوره ما اشاره های متعدد به انتخابات 1388 داشتیم، باز دوباره من یه اشاره دیگه بکنم. ببینید، رسم هست که معمولا قبل از هر انتخابات وزارت اطلاعات، از قدیم هم این مسئله در ایران شناخته شده بوده، وزارت اطلاعات نظرسنجی هایی میکنه برای اینکه ببینه که به چه سمتی میره آرا، و اینها هر از گاهی به هر حال اصطلاحا لیک کرده به نشریات و یه چیزای افراد ازش مطلع شدن. در سال 1388 خب حداقل من خودم چیزی هیچ وقت نتونستم پیدا کنم در جایی که این نظرسنجی داخل حکومتی چی رو دارن میگن در مورد تخمینی که اونها دارن، حالا درست یا غلط، از نتایج انتخابات. ولی بعد از انتخابات یک نماینده در واقع تندروی مجلس، آقای زاکانی، در یه سخنرانی، در یه صحبت جنجالی اشاره کرد به این که نظرسنجی هم وزارت اطلاعات و هم وزارت کشور قبل از انتخابات ریاست جمهوری 88 تصریح داشته که آقای احمدی نژاد نمیتونه پیروز حداقل مرحله اول انتخابات باشه. یعنی اون نظرسنجی ها میگفتن که احمدی نژاد میره به همراه میرحسین به مرحله دوم انتخابات، که خب طبیعتا این رد کننده اون ادعای کلیدی بود که سرش به هر حال یک بحران سیاسی در کشور ایجاد شد دیگه. آقای زاکانی هم که اینو ذکر کرد، در اینجا ذکر نکرد که خب شاید در مثلا انتخابات مشکلاتی وجود داشته، نتیجه که میگرفت نتیجه خاص خودش بود، نتیجهش این بود که ببینید دشمن تا کجا نفوذ کرده، وزارت اطلاعات و وزارت کشور رو هم نفوذ کردن و از این نظرسنجی دروغی میکنن به نفع دشمن. ولی خب از طریق این حرفی که زد، به هر حال من و شمایی که نشستیم و داریم فکتور رو رصد میکنیم، یه چیزی رو میفهمیم و میذاریم توی فکتور مربوط به موضوعش دیگه، که به هر حال پس معلوم میشه نظرسنجی وزارت کشور و وزارت اطلاعات هم یک همچین چیزی رو داشته، یک همچین مضمونی رو داشته. از این جور نظرسنجی ها به هر حال به کرات در حتی سطوح بسته حکومتی ایران انجام شده و میشه که بعضیاشو ما خبردار میشیم، بعضیاشو نمیشیم. بعضیاش قابل اعتنا هستن، بعضیاش قابل اعتنا نیستن. بعضیاش به هر حال بعدن خودشون به موضوعات جنجالی تبدیل میشن. بعضیای همچین ویژگی رو ندارن. ولی واقعیت اینه که با توجه به شرایطی که به درستی این دوست سوال کننده ذکر کردن، اصولا نظرسنجی هایی که مرتبط با ایران هستن از هر نوعش بسیار همیشه باید با دید شکاکانه بهشون نگاه کرد.
معنیش این نیستش که ما بگیم ما اصلا کاری با نظرسنجی نداریم، ما میشون خودمون فکر میکنیم همه چیو بلدیم. نه، قطعا تک تک این نظرسنجی ها رو باید نگاه کرد، اما از هیچ کدومشون رو هم نمیشه نتیجه قطعی گرفت. فقط هر کدومشون این خاصیت رو دارن که یه فکتی هستن که کنار 10 تا فکت دیگه بذاریم ممکنه ما رو چند درصد کمک بکنن به اینکه یک واقعیتی رو بهتر بفهمیم، و واقعا بیشتر از این نه، هیچ کدومشون رو نمیشه چیز قطعی تلقی کرد. شما میدونید که به هر حال در جاهایی که نظرسنجی رو میشه به صورت جدی و علمی انجام داد، این نظرسنجی ها خیلی وقتا جوابای بسیار دقیق دارن. مثلا همین نظرسنجی سر صندوق یا اگزیت پول که در کشورهای غربی انجام میشه، البته خیلی ها میتونن بگن که خب پس چطور مثلا در این انتخابات اون انتخابات نشد، چطور مثلا در انتخابات 2002 فرانسه پیش بینی نکردن که مثلا لوپن میره مرحله دوم، چطور از این مثال ها هستا. ولی اغلب خطاهای اون نظرسنجی ها هم در محدوده ضریب خطای نظرسنجی بودن، یعنی نظرسنجی انجام شده گفتن که خب این چیزیه که ما بهش رسیدیم انقدر ضریب خطا داره، و به هر حال بعضی وقتا همین ضریب خطا و اگر اتفاق بیفته معنیش اینه که جای دو تا کاندیدا با هم عوض میشه، و بعضا این اتفاق افتاده و خب تو خاطر ما هم میمونه. در اون کشوری که واقعا نظرسنجی به صورت علمی صورت میگیره، واسه مخاطب عام عجیبه یا شاید باور نکردنی که چطور با یک با پرسش و پاسخ از یک تعداد محدود و یک برش محدود از شهروندان در مقایسه با جمعیت کل کشور میشه نتیجه یک انتخابات رو تخمین زد. واقعا یک علم بسیار پیچیده است که دارم به درستی مؤسسات نظرسنجی این کار رو انجام میدن. اما خب وقتی که امکان این کار مشابه در ایران وجود نداره، تا اطلاع ثانوی باید به هر نظرسنجی که چه از خارج انجام میشه چه از داخل انجام میشه به هر حال با دید نقادانه نگاه کرد. طبیعتاً ما حق داریم که هر نظرسنجی رو تحلیل کنیم، ولی هیچ کدومشون هم نباید چشم بسته قبول بکنیم. خطایی که شما ازش استوردین، خود اون هم نمیتونه یک ابزاری باشه برای فریب دادن مردم. برای مثال انجمنی یا سازمانی که میخواد نظرسنجی رو انجام بده، بعد گرایش سیاسی خودش رو داره، اهداف خودش رو داره، مثلا از یک کاندیدا میخواد حمایت بکنه، نظرسنجی رو به صورت غیر علمی انجام بده و بعد اون ضریب خطا رو مثلا خیلی بالا ببره بدون اینکه خیلی واضح باشه برای مخاطب. مثلا اگه ما انتخابات امریکا رو در نظر بگیریم در سال 2008 که بگیم براک اوباما از مثلا جان مکین چند درصد جلو بودن، نظرسنجی غیر علمی صورت بگیره، بعد بگم با یک ضریب خطای مثلا یعنی بالا در به صورت قابل توجه بالایی باشه، بگیم مثلا جان مکین از براک اوباما 1% 2% جلوه، آیا چنین چیزی اتفاق میفته تو رسانه‌های غربی؟ آیا یادتون میاد که مشخصا این اتفاق افتاده در سال 2008 یا به عنوان یک چیز فرضی دارید میگید؟ اگر بله، دوستمون اشاره کردن به این که آیا امکان نداره که نظرسنجی ها خودشون ابزارهایی باشن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، یعنی این که در واقع نظرسنجی انجام میشه، بعد خب اون مؤسسه یا بنگاهی که نظرسنجی انجام داده یه ضریب خطایی براش ذکر میکنه که اون ضریب خطا غیر منطقی است و اصولا میخواد به نتیجه‌ای بر از اون نظرسنجی برسه که بر رای دهندگان تاثیر بذاره. ببینید این کار به لحاظ تئوریک خب در خیلی از کشورها البته غیر شدنی نیست و حتما هم شده. من در مورد باز مؤسسات معتبر نظرسنجی بین‌المللی همچین شکی رو به راحتی فکر میکنم نمیشه قبول کرد، به این خاطر که اعتبار اونها و ماهیت اونها، وجود اونها، پول درآوردن اونها، سفارش گرفتن اونها، همه اینها یه چیزی فراتر از نتیجه یه انتخابات که به این صورت بخوان توش بازی بکنن. اگر که واقعا همچین شکی ایجاد بشه که یک مؤسسه نظرسنجی از قصد این کارو داره میکنه، واقعا به معنی پایان عمر اون در سطح مؤسسات معتبره. به لحاظ تئوریک غیر ممکن نیست شما یه روزی تصور کنید این اتفاق بیفته. شما در بالاترین و پیچیده‌ترین دستگاه‌های امنیتی کشورهای دنیا مثلا ببینید یه هر از گاهی یه افتضاحاتی میزنه بیرون، حتی نفوذهایی میزنه بیرون، یعنی به لحاظ تئوریکی چیزی صفر نیست احتمالش. ولی میخوام بگم توی مؤسسات نظرسنجی نهایت دقت ها صورت میگیره که این کار انجام نشه، و مخصوصا بحث ضریب خطا که گفتی چیزی نیست که یه مؤسسه بتونه از خودش در بیاره، اینا قواعد آماریه. شما نمیتونید بگید که مثلا ضریب خطا مثلا در این کیس های خاص در این حالت خاص معمولا مثبت منفی مثلا 5%
بنده مثلا میگم آقا حالا 20%، حالا حرف نه، این حرف اگه بزنه یک مؤسسه معنیش اینه که کلن داره خارج از قواعد اولیه کار خودش بررسی حرفو میزنه. دقیقا مثل این میمونه که مثلا فرض کنید که یک بنگاه خبری بزرگ دنیا، ببینید مثلا بنگاه خبری بزرگ دنیا شما ممکنه بگید یه جاهایی اینا دارن شیطنت میکنن، میتونید بگید، ولی اینی که مثلا بیاد توی خیابون با یکی مصاحبه کنه بگی که شما به کی رأی میدید، بگی به این، به چهار نفر دیگه، از چهار نفر دیگه مصاحبه کنه، اونم بگن به این رأی بدیم، بعد بگه پس نتیجه تحقیقات شبکه ما اینه که این آدم رأی میاره، این دیگه شیطنت نیست، این یه فولیه که معنیش اینه که اون شبکه رو بعد درشو بست و احتمالاً رقبای اون شبکه این موقعیت رو از دست نمیدن برای اینکه واقعا اون شبکه درش بسته بشه، به مفهوم مجازی البته دارم عرض میکنم، بلکه هم حتی غیر. یعنی اینها خطاهای مهلک هست که مؤسسات نظرسنجی بزرگ و معتبر معمولاً انجام نمیدن. شما در جاهای ممکنه البته به روش‌ها بتونید نقد وارد کنید، بگید که این غلطه این درسته، ولی خطاهایی در اون حد معمولاً کمتر اتفاق میفته، اگرچه اصولاً امکان وقوع هیچ چیزی صفر نیست در جایی که به انسان‌ها مربوط میشه، ولی جز احتمالاتی نیست که ما وقتی مثلا نظرسنجی گالوف رو داریم راجبش نظر میدیم بگیم خب یکی از احتمالاتمون اینه که اصلا کلا همه چی توته است. واقعا به نظرم تو اون مرحله ما دیگه نمیتونیم پیش بریم. نهایتا من تصورم اینه که همه این بحثی که ما کردیم، البته چند تا از مثال ها موند ولی فکر میکنم دیگه تو این دو دقیقه نشد دیگه هیچ کدومشون رو ذکر کرد، فکر میکنم کل این چیزایی که ما ذکر کرد گفتیم در این جلسه یه خطر داره و اون خطر تقویت ذهنیتیه که تو خیلی از ماها ایرانی ها هم وجود داره، با اون اینکه کلن آمار و مؤسسات و عدد و رقم و چیزهایی که منتشر میشن رو بگیم که خب اینا کلن باید روی هواست و ما به اون شیوهی که بیشتر دوستش داریم عمل میکنیم برای اینکه هر چیز رو پیش بینی کنیم، یعنی میشینیم فلسفه میبافیم، میشینیم تحلیل میکنیم. از مجموع این صحبت ها نباید این برداشت بشه که همه اینها در واقع چیزهایی هستش که غیر قابل اتکاست، نه، ما اگر داریم ذکر میکنیم که مثلا در بریتانیا در سال فلان یک آمارگیری انجام شده و این نتایج به شدت افتضاح رو به شدت بد رو داشته، ببخشید، این دقیقاً به این خاطر که استثناء بوده برجسته شده و باعث شده که الان ما به عنوان مثال اون رو برای شما ذکر بکنیم و در کتاب‌ها نوشته بشه و حتی در کتاب‌های روزنامه‌نگاری نوشته بشه و به روزنامه‌نگاران یادآوری بشه برای اینکه نسبت به اعداد دید نقادانه داشته باشن. وگرنه معنیش نیست که اصولاً ما بگیم خب ما الان این نمونه و اون نمونه و اون نمونه تو ذهنمونه، پس اصولاً سرشماری‌ها برای ما اعتبار ندارن، پس اصولا نظرسنجی برای ما اعتبار ندارن، پس اصولا آمار برای ما اعتبار ندارن، و اگر که ما به یک همچین جنبندی برسیم اون وقت معنیش اینه که پس لابد ما باید به اون شیوه سنتی آشنایی رجوع کنیم که بر مبنای اون پدیده هایی رو اثبات یا رد میکنیم بدون اینکه حتی یک فکت هم داشته باشیم. واقعا اینطور نیست. ما با تمام این شرایط کماکان مجبور هستیم که بررسی بکنیم داده های عددی رو، نظرسنجی ها رو، آمارگیری ها رو. حق داریم که جاهایی اگر احساس کنیم یک چیزی با قسمت دیگری از اطلاعاتی که داریم جور در نمیاد دقیق بشیم، شک بکنیم، سعی بکنیم اطلاعات رو تکمیل بکنیم، سعی بکنیم مچ بگیریم از اون مؤسسه، هیچ عیبی نداره اگر میتونیم، سعی بکنیم کسای دیگه‌ای که سعی کردن مچ بگیرن رو، نوشته هاشون رو، گفته هاشون رو، بررسی هاشون رو زیر ذره بین بذاریم، به نتیجه برسیم یا نرسیم. حق داریم همه این کارا رو بکنیم، ولی معنیش این نیستش که ما از همه اینا نتیجه بگیریم که خب پس کل چیزهایی که حتی توسط مؤسسات معتبر منتشر بشن اینها احتمال داره که به هیچ درد ما نخورن، بنابراین چرا وقت خودمون رو صرف اینجور بررسی ها بکنیم. نه، واقعا این چیزها برای ما و این اعداد برای ما راهگشا هستن، ولی اگر ما داریم نمونه هایی رو ذکر میکنیم، اون نمونه هایی که دقیقاً چون حالت استثنایی داشتن تو ذهن ما برجسته بودن.